دوستان سلام، به کانال ارز دیجیتال PSM خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. یه تحلیل داشتیم راجع به ارز بیت کوین دو سه روز پیش که اون رو در کانال آپلود کرده بودم و داخل تلگرام هم موجوده. قرار بود که هر هفته دو بار تحلیل تکنیکال انجام بدیم، حالا روی ارز بیت کوین و ارزهای دیگه که شما اگر دوست داشتین میتونید رو در کامنت به من بگید. فعلا روی ارز بیت کوین هستیم. استراتژی که به کار برده بودم در این تحلیل بر اساس خطوط حمایت و مقاومت و فیبوناچی بود. عرضم به حضورتون که طبق تحلیل قبلی پیش بینی کرده بودیم که تارگت 45000 رو میزنه و هدف بعدی میتونه 47000 و نهایتا 50000 باشه و عرضم به حضورتون همونجور که میبینید بر اساس خطوط فیبوناچی هم یک روند صعودی داشتیم، بعد یک اصلاحی انجام شد تا خط 0.236 که اینجا یک واکنشی نشون داد قیمت دوباره و برگشت و دوباره قیمت صعودی شد. اینجا جایی بود که من ترید گرفتم و در کانال قرار دادم و تونستم تا این خط که حالا خط 0.45 فیبوناچی هست بتونم سود بگیرم ازش. البته در نسخه تست بود، من نسخه واقعی هم در صرافی کوینکس گرفتم که اونم براتون توی کانال تلگرام قرار میدم. مقاومت بعدی که پیش روشه 46200 که من فکر کنم به سادگی بتونه ازش بگذره و ازش عبور کنه. توی دامیننسش هم اگر نگاه کنیم، توی تحلیل قبلی هم یک مقاومتی بود که اون رو تونست با موفقیت بشکنه، مقاومت 47 بود که اون رو شکست و الان بالاش تثبیت شده و اون مقاومت تبدیل شده به حمایت. اگر به خوبی و خوشی همه چیز پیش بره، احتمال داره که تا 47.96 تقریبا نزدیک های 48 دامیننس بیت کوین رشد داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته 100% رشد قیمتی رو در بیت کوین همچنان ادامه خواهیم داشت. و اگر این اتفاق بیفته احتمال داره که قطعا رشد قیمتی رو در بیت کوین خواهیم دید. مقاومت های پیش روی بیت کوین یکیش 47000 هستش، یکیش 46000 هستش، یکیش 47000 هستش و یکی هم ارزم موجودتون. بذارید من برم توی تایم فریم دیلی تا قشنگ مقاومت ها رو ببینید. خب یک مقاومت در این سطح داریم دوستان، تقریبا 49100، یکی هم که در این نقطه است 46100، بین 46000 تا 46100 و بعدی هم میتونه در این نقطه یعنی 53000 باشه. روند بیت کوین داره نشون میده که با قدرتی که داره و نوع کندل هایی که داریم اینجا میبینیم احتمال رشد بسیار بالاست، ولی خب این در حد یک نظریه هستش و سیگنال خرید یا فروش نیست. میتونه به این مقاومت واکنش نشون بده و ریزش داشته باشه و یک اصلاحی داشته باشه و دوباره تلاش کنه تا بتونه 46000 رو ازش عبور کنه. وضعیت آلت کوین ها هم الان در وضعیت نسبتا خوبی هستش، ولی تا وقتی که بیت کوین دامیننسش داره رشد میکنه و بزرگتر میشه، امکان این که سهم آلت کوین ها در بازار کم بشه و حالا اصلاحی انجام بشه درشون زیاد هستش، ولی تا مقداری میتونن با قیمت بیت کوین تاثیر بپذیرن و رشد کنن. ممنونم که در این تحلیل هم با من همراه بودید. اگه براتون مفید بود لطفا ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. ممنونم، موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.